هلو everybody، چطوری بچه ها؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنتم میلاد ولف. توی این ویدیو اومدیم چیکار بکنیم؟ اومدیم پارت دو یا آموزش نرم افزار کد واکر رو اومدیم با هم دیگه پیش بریم. قرار شد که آروم حرف بزنم و خب منم به ایده های شما تاییدیه میدم. آقا آروم میخوایم حرف بزنیم، اومدیم که آموزش کد واکر پارت دو رو بهتون بدم که چطور بتونید یه آبجکت رو جابجا بکنید یا بتونید آبجکت اضافه بکنید توی کد واکر. قبل از زدن این ویدیو یادتون نره که حتما چنل یوتیوب منو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت انگلیش و فینگلیش هم بذارید. دوستتون دارم خیلی زیاد. بچه ها بریم سراغ ما اینجا چیا رو داریم؟ اول اینکه خب ما یه نرم افزار کد واکر رو میخوایم که خب من از قدیم نصب دارم و خب توی پارت یک و توی شورت ویدیو که دربارش گذاشتم کامل موضوعاتش و اینا هست. این هم یادتون نره که ما قراره که بعد از کد واکر بریم سراغ کد نویسی و اینا. بازم یعنی این نیست که فقط من برم دنبال کد واکر رو بگم آره کد نویسی اینا کلا تموم شد، همه اینا هست. لطفا ویدیو رو هم دانلود نکنید، میخوام تو خیلی زیاد. آقا کد واکر رو میارمش بالا. وقتی من کد واکر رو میارمش بالا، ما اینجا ما چه صفحه داریم؟ خب میاد همه رو ازم لود میکنه. توی ویدیو قبلی هم بهتون گفتم FPS همونه این گوشه مینویسه و همین دیگه به صورت کلی. حالا سعی میکنم تا لود بشه تمام که شد یه صفحه کد واکر واسه من میاره بالا. خب این دقیقا من یه فلش اینجا دارم که وقتی بزنم واسه من اینو میاره بالا. دکمه تیان که بزنم واسه من این بالا یه لیستو میاره کامل بالا. همه این چیزا رو بهتون توضیح دادم که اینا چیان و چی کار میکنن. پس اگه پارت 1 رو ندیدید حتما پارت 1 رو ببینید بعد بیاید اینجا. خب من میام داخل اینجا. اول از همه من enable mods دارم و enable DLC میشه کل DLC های فایلمی که تا الان اومده و enable mods هم میشه مود رو میاد واسه ما فعال میکنه، یه خودش اسمش رو نوشته روش. من میام روی جفتش کلیک میکنم و میام روی قسمت DLC level میذارمش روی MP Christmas 3 underline G96. میام میذارم DLC level هم روی این. معمولا میذارمش روی همین. اگه خواست عوض کنید اینا دیگه به من مربوط نیست، چون من یه چیزی بهتون میگم که آره من بلد نیستم در واقع اینو و من از یکی از دوستان که خیلی لطف داشتن به هم و خب خودشون هم ویور من بودن ازشون یاد گرفتم، دمشون گرم خیلی زیاد. خودم مپر نیستم، بازم توی این ویدیو میگم خواهشان بس نباشه و همین دیگه. اینا میذارم من روی این. به طور مثال من مثلا میام داخل مپ، میام پارک یه مرکزی که خب بتونم واشن بفهمم دارم چیکار میکنم. میام دم اینجا ساب میکنم یکم لود بشه. حالا چون که یکم من سیستم هم داره بیش از اندازه داره کار میکنه کم طول میکشه. من به طور مثال میخوام بیام این سطل اشغالی که اینجا میبینید و بیام بزنمش وسط اینجا. باید چیکار بکنم براش؟ کار هیچ کار خاصی نداره. میام روی اوپن، میام یه پروژه جدید میسازم روی اینجا مثل هر نرم افزار دیگه. یه وای مپ میسازم، چون وای مپ در واقع واسه مپ های توی فایل من. یه وای مپ میسازم، میام برای پروژه‌شم اسمش رو مثلا میذارم میلاد ولف. میلاد ولف تست. اینا براش می نویسم اینجا. میام توی قسمت مپ، حالا هر چی خواستم و اینا رو ادیت میکنم. اول پس بعد مپ رو درستش کنیم پروژهشو و بعد بر دنبال چیزای دیگه. میام برای دکمه موو میزنم و اینو سعی میکنم جا به جاش کنم. حالا مثلا هر جایی که دوست داشتم اینو میبرم میذارم مثلا من خواهم بذارم این صاف روی این خط. میام اینو جا به جاش میکنم. از هر کدوم از این ابزاره که نیاز شد آسه چرخوندن نشم استفاده میکنم و میخوام بزنمش اینجا یکم بالا و پایینش رو منظم میکنم که توی زمینم نباشه. من الان اینو درستش کردم به همین راحت. میام چیکار میکنم؟ میام توی پروژه میبینم یه انتیتیز بهش میان هر یه ابجکتیو و من خب اگه دقت کنید من کلا اومدم یه دونه انتیتیو من اینجا جابجا کردم، یه ابجکتو من اومدم اینجا جابجاش کردم. چه ربطی داره به بقیه ابجکت‌ها؟ چرا اومده توی کد واکر واسه من 367 ابجکت جابجا کرده که هر یک کدومش یه جاییه؟ حالا من میخوام به طور مثال بفهمم مثلا هر یک کدومش کجاست. میام روی این میزنم دکمه گوت رو میزنم، میاره صاف من دقیقاً همون جایی که این ابجکت هست. اوکی، پس اینطوری میتونید بفهمید که چه شکلی کدوم ابجکت کجاست. حالا من یه نرو اصلا جابجاش کردم، چه ربطی داره به اون؟ چرا به اون گیر داد؟ چون که توی 5M و توی GTA اومده چیکار کرده؟ اومده همه ابجکت ها رو مثل یه فولدری میمونه که شما هر چقدر چیز میذارید و اینا رو ریختی توی اون فولدر. این اومده اینا رو فولدر بندی کرده و خب فولدرش رو میاد داخلش چنج میکنه و واسه اینکه به ما هم نشون بده میاد دقیقاً کل فولدر رو به ما نشون میده و ما ابجکت که دقیقاً داریم و میاد واسه ما آبیش میکنه که آره تو دقیقاً اینو جابجاش کردی. و یعنی هیچ ربط نداره که آره شما همه یه این 360 تا آبجکت رو جابجا کردین، نه اینا فولدر بندی مال خود GTA هم هست
و میاد دقیقا یه دنش رو میگیره و خب اون یه دنه رو جا به جا میکنه و خب دقیقا همون فولدر رو میاد واسه شما مینویسه اسمشو. اینه فولدرش دقیقا اسمش اینیه که اینجا هست اسمش و میاد اینو واسه شما مینویسه و خب شما میتونید راحت آپدیت کنید و مپت میتونید راحت جا به جا بکنید. من اومدم اینو جا به جاش کردم، میخوام برسمش توی فایل مثل همیشه برام سیف بزنم، نه اصلا این داستان اینا نیست. شما میاد روی این گزینه کلیک میکنید، روی گزینه که دقیقا فولدر اصلی شه چی میشه همینی که اینجا هست، calculate all flags و calculate all extents کلیک میکنید. چرا؟ چون که شما هر آپدیت که میخواید بدید بعد یه آپدیت بزنید، هر آپدیت که میخواید بدید این به صورت اتوماتیک نمیاد مثلا یه سری اجزاشو آپدیت بکن. حالا نمیدونم دقیقاً اینو مال چیه، ولی واسه اینه که اگه شما یه آبجکت اومدید جابجاش کردید حتما این دکمه رو باید بزنید. چرا؟ چون که خود این فولدر یه سری توضیحات داره، مثل افیکس مانیفست که مثلا خیلی از سورس و کلن داره، نهاد و نوترسشون داره، این هم یه دقیقا همونو براش میسازه و خب میاد شما اینو آپدیتش میکنید که کل کورس و اینایی که هست و کل آپدیت ها که دارید و اینا رو سریع بشناسه. اینو معمولا بعد از هر تغییر مپ این دکمه رو بزنید، هیچ ضرری نداره واسه تون. الان من اینو من زدم، میخوام بیام ازش اکسپورت بگیرم. میام چیکار میکنم؟ روی گزینه فایل میزنم save HEI underline DT و نمیدونم چی وای مپ، میام روی این من کلیک میکنم، میام یه وای مپ هم میسازم، میام توی دسکتاپ یه نیو فولدر میسازم به نام مثلا میلاد ولف تست مپ، میام داخلش میسازم مثل همیشه جا یه ساختاری مپ های ما واسه ما دارم، یکی دیگه راست میکنم و روی نیو میزنم و مینویسم براش استریم، چون روی کل مپ های 5 هم یه فولدر استریم داریم، یه فولدر resource.lua یا fxmanifest.lua روش میزنم و خب من اونجا دقیقا سیوش میکنم. حالا من اینو ساختم، یه منیفستم واسه مپ نیاز دارم، یه درباره که واسه مپ ساخته میشه. میام چیکار میکنم؟ روی tools کلیک میکنم، میزنم manifest generator، روی دکمه generate میزنم که بخواد اینو هر آپدیت که میخواد اینو داخلش بده و ازش یه export بگیرم، یه سیو میزنم و دوباره داخل همون پوش استریم سیوش میکنم که هر ادیتی که من دادم و اینا به صورت کامل اون تو سیوش کن. حالا اینم دقیقاً درست سربارش نمیدونم، ولی چیزی که خب من یاد گرفتم گفتم بهت آموزش بدم این چیزی که میبینید. میام من اینو سیوش میکنم اینجا و به همین راحت من تونستم یه مپ واسه خودم سیو داشته باشه. اینه مپ من. حالا نیاز به چی دارم من؟ الان من این دو تا رو گذاشتم اینجا، نیاز به این دارم که کلیک راست کنم و یه نیو بزنم و یه تکس اینجا بسازم. حالا تکستتون یا fxmanifest.lua باشه یا underline resource.lua. من به طور مثال یه resource.lua ساختم، میام حالا چیکار میکنم؟ اینه که روش دوباره کلیک میکنم باز که میشه، من براتون تکستشو مینویسم زیر دیسکریپشن ویدیو، حتما استفادهش کنید. یه اینجا resource.lua من از قدیم داشتم، میام از اینجا من کپی میکنم this is a map yes، به همین راحت من تونستم یه سورس مپ بسازم. حالا من یه مپ واسه خودم ساختم و میتونم راحت اون رو استفادهش کنم. میام چیکار میکنم؟ چیزی که من اینجا دارم یه کپی میزنم، میام داخل سورس که دارم، میام داخل اینجا و خب من پیستش کنم و استارتش هم توی server.cfg طبق معمول میزنم. فقط یه داستانی هست که قبلا توی فایلم این موضوع بوده. اون چی بوده؟ اونم این بوده که وقتی که مپ رو اضافهش میکردی قبلش باید استارت میزنی توی server.cfg تا مثلا استارت میخورد. الان وقتی که هیچ پلیر توی سرور نیست، خب شما مپ رو استارتش هم میکنید، بیشتر وقت مپ واسهتون استارت میشه و هیچ مشکلی هم ایجاد براش نمیشه. حالا من نمیدونستم، خودم تازه اینو متوجه شدم. بریم سراغ این که چی اضافه کردیم و چی شده و این چی. خب من اومدم داخل سرور واسه این که بخوام تست بکنم باید چیکار بکنم. اینکه آقا من مپمو استارت کردم، همه کاراشو انجام دادم، فهم موی من اوکی شد، من همه کاراشو ازم انجام دادم، همه کاراشو کردم، استارتشم زدم همه رو، میپره این بالا تو کامنت تو بنویسید. خب نیست، نمیشه بدش. خب خلاص که آقا من استارتشو زدم توی مپ و خب میبینید که همین الان من اگه بیام سمت اون آبجکت که من دارم یا اون انتیتیز که دارم همین جا میمونه و خب همین وسط دقیقا جاش. این مال اینکه من اومدم توی مپ ادیت زدم و خب تونستم راحت ادیت خیلی ساده رو اومدم بهتون یاد بدم. واسه اضافه کردن آبجکت و کل یه داستانه دیگه، کلا یه پارت دیگه از کدواکر رو میتونم یاد بدم و خب شاید مثلا دو تا پارت بشه کلا.
مرسی از اینکه بچه‌ها توی این ویدیو همراهم بودید. میخوام بهتون خیلی زروستون هم سنگین، امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. کامنت، لایک، سابسکرایب یادتون نره به هیچ عنوان. اگه ایده ای داشتید حتما توی دیسکورد بگید، توی کامنت هم بگید، حتما من میبینم. میخوام بهتون سنگین بچه‌ها، فعلا پایین تر از بچه های پایین یا فنسای پارو گرد و خاک خالی تو آشغال دنیا هست این جای جایی که تو شیش موقع باند و ضبط ماشینانی همه طولگی تیز و وزن برا توی رو و راق میکنن مینی بوسن براشون همیه بداره کی میدوشن و به کی میفوشن و الا شب نیچی تو زبط